همیاران عزیز سلام بر شما. با نزدیک شدن ضرب الاجل و سرنوشت برجام و در شرایطی که خامنه‌ای در سکوت هستش، صدای اضطراب از هر طرف نظام به گوش میرسه. معاون روحانی پنجشنبه 23 فروردین با نگرانی از بی‌اعتمادی و نفرت مردم از نظام که باعث افزایش نرخ عرضه شده، گفت در برخی کشورهای غربی برای آسیب به ایران اتاق فکر ایجاد شده است. شرایط کشور بسیار حساس است. یک لحظه تصمیم و فکر اشتباه سرنوشت مردم را تغییر خواهد داد. به همین دلیل نیازمند تفاهم، انسجام و همبستگی هستیم. البته همه مهره‌های نظام این روزا از لحظه‌های خطرناک و مین‌گذاری شده صحبت می‌کنند. اما هدف جهانگیری از روزه وحدت و انسجام اینه که باید از راه عقب نشینی و حفظ برجام نظام رو حفظ بکنیم. متقابلا دلواپسان با شعار خودداری از مذاکره میگن مسیر اصلی وحدت اینه که برای حفظ نظام به هژمونی ما تن بدیم. درست در این شرایط خامنه‌ای در سکوته. یعنی حتی نای دود و دم ظاهری علیه تهدیدهای اخیر جهانی رو هم نداره و این ناشی از ضعف عمیق ولی فقیهه که به اشکال مختلف ظاهر میشه. یه نمونهش ناتوانی در قبال اقدامات احمدی نژاده. اگر خامنه‌ای ذره‌ای قدرت یا هیبت براش مونده بود، احمدی نژاد و بسیجی‌هایی که براش نامه‌نگاری کردن رو یک شبه دستگیر میکرد. اما حتی در این مورد هم میبینیم که در سکوته. البته حرف اصلی همونه که جهانگیری گفت، یعنی شرایط نظام بسیار حساسه و هر فکر و تصمیمی ممکنه سریع کار رژیم رو یکسره کنه.